در این برنامه دلیس ها چگونگی کشته شدن یک خانم و زخمی شدن خانم دیگر را پیگیری کرده ایم که در منطقه دیعقوب ولسوالی شکردره و حوزه نوم پلیس شهر کابل کشته و زخمی شدند. مشوق الله جوانی است که در قریه دیعقوب ولسوالی شکردره زندگی میکند. او در یکی از باشگاه های ورزشی شهر کابل نگهبان است. مشوق الله میگوید یکی از شبهایی که در انجام اجرای وظیفه بود برایش خبر دادند که خانمش در اثر شلیک تفنگ چرایی در منزل کشته شده است. به خانمم ما زنگ میزدم. به خانمم ما تو ناتوان هستیم که یک سیم کارت گرفتیم که دمای دولتی میگن چی میگن که دمای 50 رو پچق مصرف دارم. من صبحم زنگ میزدم بیگام. بین 6 بجه یا 7 بجه یا 6 بجه زنگ زدم به شام. شام گفتم کی هست پیشت؟ کتشم تو جور پرسانی کردم، باز از جور پرسانی گفتم کی هست پیشت؟ گفت پیشم کس نیستم. شب او ناوقت هم شده است، کلی دالیده مشتوکایت کدام جایی گم کرده است. حالا ما در خانه تنها ماندیم، بیادرم هم شا رفته و همشیریم هم نامده. باز ما گفتم حالا که بری خانه امو پدرت چیز مشکل است، تاریک شده است. گفت کس نیست، این تفلک هایم کی ببرکتم. ما گفتم برو توکل به خدا، همسایه ایت هست؟ گفتا هست. گفتم توکلت به خدا کو، پرد خودت به خانه استراحت شو، چیز گپی نیست. چند دید شوای تو استراحت شدی، آنم کدام گپی نیست. سنومه کرد که من میترسم حتی ای گپم زدم که کدام به مرمی نزنم. من قار شدم سرش که یعنی که یک چیز خانم از دل بگره. قار شدم، حتی فراموش کردیم که دوام زدم یا نزدم که تو شب خدا پیدا کرده، روزم خدا پیدا کرده. از چی میتر شب و روز؟ یک از تاریکی به خاطر که شب پیدا کرده که استراحت شوی تاریک است، او روزم به این خاطر پیدا کرده است که یک کار بار خود ما و شما میکنیم. تفلکایت هست، تبکلت به خدا که پرد خود استراحت شو. باز و چندی دفع قطع وصل میشه اونجا چین که اتصالات چی نمیته، آرتان درست نمیته. باز ما یه روز شب و جمعه بود، اموج دمون جایی که ما کار میکنم ای تلفن خاموش کردم، رفتم بیر بار و بسیار مردم ها فوتبال میکنم کار شدم. او چندی دفعه دیگه که به این زنگ زدیم گفتیمش که باز زنگ میدنم، گفته زنگ نزن که باز پس آن من میترسم خواهم میبرم، باز میترسم خواهم نمیبرم. اگر چون تفلک های خورد یا خوش نیم یا بیدرکش کردش خواهم میبود، باز وقت تنها میبود استراحت میشد، میگفت اگر باز بخیزم از وحشت ناقی من خواهم نمیبرم. باز من گفتم خوب برو توکل به خدا، پرت خدا خو کو. 2 بجه شب بود یا کم زیاد بود، میگن که 2 بجه شب بود. برادرم زنگ زد که بیادر چه سنگ بباری سر ما است، چه خانه خرابی، یا سنگ بباری است، یا خانه خرابی گفت یا سنگ بباری. گفتم ایران فراموش کردیم. خوب بیادر خیرت هست؟ گفتم چه گپ شده؟ گفت خانمت به مرمی زدیم. همین تلفن از پیشم خطا خورد، 1-2 دقیقه سکوت رفتم. پلیس ولسوالی شکردره یک تن به نام جواد که خویشاوند مقتول می باشد را به اتهام این قتل بازداشت کرده است. مشوق الله شوهر مقتول ادعا دارد که خانمش از سوی جواد کشته شده، اما جواد متهم گفته های او را رد می کند و می گوید که ظریفه را از بین نبرده است. بنابر ادعای مستقیمی که توسط اسامی مشوق شوهر ظریفه نام بالای اسامی جواد صورت گرفت، ما اسامی جواد برای گذشت یک روز دستگیر کردیم. شاو نان خوردی بودیم که یک لاچان خوردی بودیم که امی ساگ خسروین غواز کرد. تو باش ببین که کی است. بود که جنایی ها بودیم یه شش هفته بودم. تو بیاده که ماشیق سر تو یک اشتباهی چی کردم. بعد امو جامعه نده که تام رزیر است و ماشیق او بار نایدیم. مجرمین اگر تا زمانی که اگر در این جرم میره وقتی که انسان دستگیر میکنم منصوبین کشفی و امنیتی رو دستگیر میکنم، اینا به ارتباط جرم خود همیشه کتمان میکنن و میگن که ما این جرم انجام ندادیم. اما چیزی که باز پلیس با واقعیت ها میرسانه دلایل، مدارک، اسناد، شواهد است. و همچنان تحقیقاتی که از 3 نفر همشیره های ظریفه صورت گرفت و فور متقابل شده که با خود جوان نام انداخته شد، باز قضیه جالب جالبتر شده میره. به خاطر از اینکه همشیره های زی بیان میکنن که ما زمانی که یک روز قبل از واقع ما دیدیم که جواد به شکل پنهانی در عقب خانه ظریفه نام متوجه خود یک جای پنهان کرده بود که گویا منتظر کسی بود که باید پشت زی بیه.
زمانی که ما ایره متوجه شدیم که چی میکنی چطور آمدی که بسیار به شکل وارخطا بیان داشت که ما پاش کلی سردردی آمدیم و خانم خود کلی سردردی میبرم. پنج روز پیش خانه از این پشت دوزان گلی رفتیم دخترم ما خسرو میشه از مارکت آمدن در مارکت ما کاروچیگونی میکنم سویبکی بود تو شکوان گفت دوزان گلی یک تخت گلی سردردی باشه میبرم از امیجه دیگر یادم رفت رفتم خانه که شکوانی سردرد است کفتاده این دختر دائم سردرد بود اینمی که شهید شده از این رفتم خانم گفتم برو تا پیش دخترم مون یک دون گلی سردردی بر پشت خانه از این رفتم دروازه از این باب بود دیگر از چهار چهار نیم پنج بجه است از اینمی که با دروازه باب بود تک تک زدم که اسنپ را اومد پس امتو رفتم سوی خانه که رفتم یک دختره کش کرد یک بیادرش دمروی اومد گفتم کجاست مادرت گفت خانه پدرم است با ما رفتم خانه پدرش بعد خانه پدرش یک پنج دقیقه رفته بودیم که خوار دیگه از دمروی اومد از امی که شهید شده نامش پروانه است گفتم یک ظریفه در خانه است گفت رفتم خانه پدرش که دمروی صبح جان رسیدیم که خوار نام زادارش است گفتم ظریفه است گفت خواب است تمام جدا بیدار که یک دون گلی سر دادی مرا بدن بعد امی دون گلی مرا داد دیگر بود بعد تا شدم اومدم خانه بعد از این بعد اینمی چیش سرما دیرمه که گفت مرا آوردن بین شام خفتن این گلوله خواستن آمد است اینجا خب ماینه خانه نیست دواخانه نیست گلی بی ماینه را کی یک آدم که میگره سیاسر خود با سیاسر خود از تا که دولت چی ماینه خانه و دوانه خانه ده دقیقه نمیه با پیاده تو از اوجه نمیگیری دوانه نمیگیری او سیاسر ما که مرمش نیستی قوم مستی مرمش خود نیستی بین شام دیگر تو بیایی از او دوا درخواست کنی باز دوای بیمایی نره تو چرا بخوایی؟ بنابر اظهاراتی که خود همشیره های دو سه دان همشیری ظریف نام به ما به حساب اظهارات خود گفت که اینا که وقتی داخل خانه شدن 15-20 دقیقه در داخل خانه سپری کردن اما اسامی جواد میکنه خیر من در دهن دروازه استاد بودم برای من دوار در بیرون آورد تسلیم کردم بالاخره من دوار گرفتم اینا ما مجبور هستیم که از دو طرف دلایل بشنویم اظهارات بگیریم هر آن چیزی که به حساب ما بیان میکنن ما متوجه قضیه پیشرفت کنیم شوهر مقتول ادای مستقیم بالای جواد دارد او میگوید کلیدی که یک روز پیش ظریفه در خانه جوادشان فراموش کرده بود از نزدیک جسد پیدا شده است و چرا جواد در روز مراسم جنازه حضور نداشت مشوق الله به این باور است که چند روز پیش از حادثه جواد برای گرفتن دارو نیز به خانه آنان رفته بود جواد متهم میپذیرد که برای گرفتن دارو به خانه آنان رفته و در روز مراسم خاکسپاری جنازه بنا به مصروفیتی که داشت نتوانست در مراسم اشتراک کند و در مورد کلیدی که از نزدیک جسد مقتول پیدا شده میگوید که از این موضوع آگاهی ندارد روز پنجشنبه خانمم رفته بود خانه خوشوی خانه خوشوی دومو خانه بود دو تا طفلک خودم اونجا میمانه اما چیزی که ضرورتش میره دمی خانه یه آدم سیلی دادن میره خانه جواد از ساعت یک و نیم یا دو الا سه سی و نیم بجه روز در خانه جواد نام میباشه باز از اینجا که میره پس اما طفلک های خود خانه خسرم صدا میکنه طفلک ها رو پایان کنه طفلک ها رو مگره او خوشنی کلان ما مسته که میگم یکیش باز اگه بیگاه شد روان که خانه ما که من خانه رفتم یا میگن نمیجه باش میگه تا چه وقتی زیمه باشم من میرم خانه خود کلی امکانات 100% که ما زیر اشتباه شدیم کلی اونجا گم شده بودید پس در خانه جوادشان پس در این سر قتل انداخته شده اینه بمی اصلا شما میگن که جواد مستقیم دست داره داریم بیمی اصناد میگیم بیمی اصنادی که صوبکی سر قتل نامد فهمید که به قتل رسیده پس شاه رفت نفر پرسان کرد که چه گفت پس او بده خانم ماشوق به قتل رسیده این صبح وقت رفته بود ما اعلان نکرده بودیم که تبدلی میره این خمسایی بود آمد سلی کرد بازی هم گفته بود که ما در کابل خبر شدیم اسامی لالا که ایور ظریفه نام میشه این در ازالات خود میگه که زمانی که ظریفه به قتل میرسه روز بعد که جنازه میباشه آمد از من پرسان کرد که ظریفه نامه فوت شده یا زنده است چه قسم گفت چطور گفت بوده جنازه است کیه برای گفتم نه جنازه ظریف است دیروز موقع که شده فوت شده باز دو بار از شنیدن میگه بشار به شکل وارخطا خود از سنک خارج کرد کشید روز جنازه اول مرا امی کی صدا کرد بیادر امی دختر شاهدم دارم کاکایم هم شاهدم باغبان که از امی که به امی خسر بله امی دختر که داده به امی بیادر امی دختر دختر کاکایش گرفته فهمیدی
اول باغمان صدا کرد پشت باغمان اینی راست که اینی خانه ماست اینی باغمان است اول باغمان صدا کرد پشت ما را صدا کرد یا برو خوشیت صدا کو که خوارم را کشتین خوشی ما همه از یوم میشه با من رفتم خسور بریم اومد خوشیم اومد که تا خسورم اومدیم سرمیچی سرم جنازه گدم دون دروازه افتاده از اینی میجه با جنازه را چی کردنک جنازه را گفتم میبریم تبابلی بعد تبابلی گفتیم چند بج دفن میکنیم گفت نیم بج یا دو بج دفن میکنیم بعد دو بج سر جنازه نبودم کراچی ما چهار تایره است از یک نفر 7400 سرپا در مارکت قصدار هستم خوراک فروشی داره نام شریف است اون نمبر از کراچی ما را یک 15 روز پیش گرفتی بود گفت اگه پیسه نبری انیمی صبح کراچی تو ما سودا میکنم با نفر اون شریفم شاهد است سرایدارم شاهد است اون عمر ما رفتیم 40 دست اشتکای می سودا کردیم 3900 در سه مدن در نیم متسکل می شریف دکاندار ششتیم رفتیم در سه مدن سودا کردیم بعد دو نیم بجا ما پاس یا سه بجا در خانه رسیدیم جنازه خبر شد جواد کی گپ بانه ای گپ هم بانه شده می تانم باز تو میگی که من کاریگر هستم غریب کار هستم کراچی ضرور بود یا این قومی مورد دلیل اولیش خب قسما منطقی به نظر میرسه موضوع کلیده که بیان داشته ما هم در ازارات خدا آنچه که اونا بیان داشتن و شامل ازارات بوده ما را در تحقیقات شامل بیشه ساختیم اما دلیل دوم به نظر ما که دلیل قوی شده نمیتونه به خاطر از اینکه رفتن به جنازه یا اشتراک در فاتحه چیز جبری نیسته که ما یویم که در جنازه چطور ای حضور نداشت خود جواد نامی ها در فاتحه چطور حضور نداشت این که بیست تعلق میگیره به شخصیت یک نفر داره شد به جنازه یک نفر میره نه چطور نمیره بازو قدر روابط بسیار نزدیک خیشاوندی هم وجود نداشت که بایم که مثلا یا بین هم خیشاوندی بسیار نزدیک کاکا و بچه کاکا یا از اون نزدیک تر بوده باشن بایم چطور نرفت دلیل شده میتونه غیر از اون دلیل اولش که موضوع کلی بودن احتمالا به قضیه رابطه داشته یک کلی که در پیش جسد پیدا شده بود مشوق میگه که کلی قبلا داخل شما بود نه از داخل من فراموش شده بود میگه خود تو کلی داره داره میگه عمر صاحب ما اد نه از کلی خبر دارم نه از این خبر دارم خانمش در خانه اومده نه از کلی خبر دارم نه از دیگه نه از دیگه خانهش ام یک دفعه که ما رفتیم پشت می دودان گلی دیگه ما غیر یک روز که خانه خسر رو میرفتم بعد از ده بجی بود بعد ده بجی روز که خرید خسر بریم آوردی بودن صبحش آوردی بودیم که سن خانه خسر بریم میرفتم خانه می کاکای ظریفه دمرای چیست رای ام خانه خسر رو مستق ظریفه مردی صدا کرد امشیره ام نامزادارشم کلامش در این صفحه گفت جواد خرید آورده گفتم دین روز خرید خسر بریم آوردیم امی قصره امی ایج خوار نامزادارش کلامشش امی جا ما از این قصه بکنیم اگر چای من دو باشم با بعد از این بعد من چای خوردم از ده تا دوازده بعد دوازده من خوار نامزادارشم بود من رفتم خانه خسرم که گفتی که من دو ساعت با خانم از این ششتیم قصه کردیم در مورد آروسی خسر بریم صحیح نه؟ این وکیل است که تو در این بار قصه کردی؟ این چیه؟ چه لد است؟ من این گپا را که من سر این گپا میفهمی صد فی صد اشتباه شکر سر این میبنم است من خودم نداشتیم صحیح یک لگه 40,000 یا کم از یک ای از خسار بریم بود از این موضوع شاید که خبر شده باشه از چی موضوع؟ از این پیسه در خانه ما پیسه است ارنان پشت پول آمده است ایری گفته است تو رو شناختیم توسط یکی اب زده ایشان میدانسته که در خانه محشوق شما نک مقدار پول هست؟ نه ایش خبر محشوق میگه که جواد به خاطر که پول در خانه ما بود توش خانه ما بود نه ما در خاطر پول مول هیچ مقاله ای کار رو نکردیم اعضای خانواده مقتول از حکومت عدالت میخواهند و از نهادهای عدلی و قضایی تقاضا دارند تا متهم به جزای اعمالش برسد در همین حال جواد متهم خودش را بیگناه میداند و از نهادهای عدلی و قضایی خواستار عدالت است و میگوید که این پرونده باید به گونه جدی بررسی شود تا قاتل اصلی بازداشت و به جزای اعمالش برسد چیزی که عدالت نمیکنه چیزی که بیرحمی بیر به قتل رسانده این میره حکومت هم خاص عزیز که خدا حکومت از این پرسان کنه که چرا این بیرقم وحشیانه کشتن سر چهار به دنیایی چرا ایره به قتل رسانده خواستم از این اینمی است از حکومت اینمی است که من دیگه غیر دربار خدا کسی ندارم با ماشیر دیگه چی بگیم که میگیم سرما ناقید تو دعا کردی خواستم از حکومت چی است خواستم از حکومت اینمی است که سرما نفر یکی رو کشتنه او رو نگرفتنه من رو خواست اینمی جد ناقی انداخته خیلی نه که ما که نکشتیم نه خواهر که زد و نزد او رو گرفته نتونستنه من رو جد انداخته
این جوان زیارمل نام دارد. او به اتهام زخمی کردن یک خانم با شلیک گلوله از سوی پلیس حوزه نهم شهر کابل بازداشت شده است. رویداد طوری است که وجمه دانش آموز در یکی از مکاتب شهر کابل می باشد و زمانی که می خواست از مکتب به طرف خانه برود، از سوی زیارمل باشنده ناحیه نهم شهر کابل مورد حمله مسلحانه قرار گرفته زخمی می شود. به تاریخ 4/7/1396 به ما اطلاع رسید که در سایه پکتاکود یک خانمی را کسی توسط سلا مجروح ساخته. ما بعد ساعت 1 بعد از ظهر به محل رسیدیم که از طرف اقارب شده به شفاخانه انتقال داده شده بود. ما به محل رسیدیم، وقتی که دیدیم یک محل واقع رسیدیم، بعد از اون تیم بررسی محل واقع را خواستیم، اما محل بررسی شد. این است نمای عمومی محل واقع. این کوچه هستن که جرم دیجه به وقوع پیوسته، یعنی فاعل قضیه دست به ارتکاب عمل جرمی مجروحیت همان خانم زدن. در این قسمت 4 تصویر گرفته شده که این منزل متعلق میشه به متضرر قضیه و اینا هم کوچه مقابلشان هستند. فایل قضیه از میرا میاین در این قسمت خانم را صدا میکنند، توقف میتن، همراهشان صحبت میکنند. بالاخره بالایشان به اساس اظهارات خودشان که کدام مشاجره صورت میگیرد، بالای خانم فایر میکند و خانم مجروح میشود. اینا هم امین نمای امی کوچه هستند که از سمت مقابلشان گرفته شده و اینا هم تصویر هستند که شاجوری که از فایل قضیه بعد از ارتکاب عمل جرمی در محل باقی مانده افتاده و به دسترس هیئت تیمی بررسی محل واقع یا موظفین کشفی قرار گرفته است. اینا هم تصویر یا صحنه هستند که در اینجا محل واقع یا رای فراره که فایل قضیه بعد از ارتکاب عمل جرمی فرار میکنند. یک کوچه تنگکی هستن که از این کوچه موفق و فرار شدند. این هم نمای که از سمت بالا گرفته شده محل واقعه را نمایان میکنند که در اینجا در اون وقت زمان تعداد مردم اهالی هم چون تجمع زیاد کرده بودند و آبرین محل زیاد جمع شده بودند از بالا گرفته شدند. این هم تصویر هستن که همان خانومی که مجروح میشود در حالتی که در شفاخانه تحت تداوی یا مدوای دکترین قرار داشتک، اکسیژن بدنشان بود، در ابتدا وضعیت صحیشان وخیم بودک، در مو محل در بستر از طرف هیئت معذرت گرفته شده. اینام تصویر یا نمای دروازه دخولی شفاخانه وزیر محمد اکبرخان هستن که گرفته شده. به اثر کار و فعالیت های کشفی و پلاتیفی که ما داشتیم، وظیفه داده بودیم به اون پرسنل خود در محل و خود ما که برای قضیه کار میکردیم، معلوم شد که یک شخصی به نام زیارمل این کار واقعی کار انجام داده بود که بعد از کارهای کشفی و اپراتیفی ما تانستیم بعد از 2 زیارمل نام از سایه پکتاکو دستگیر کردیم. دست دو کلم مخ کنده زنگ را او ها از او اگمهیم. شماره خودت وجمه چگونه پیدا کرده بود؟ ملک خبرم ده ما شماره چیر تا پیدا کردنه. بعد آقای بندی شما چه بندی شما تا میاشته بندی خانه می تیره که راخوش شما موبایل می ورک شما چه راخوش شما پکتاکوت که وسی دلما آقا زاده دام می ولی دلن زاده دیم چی ونه لی مام چی ونه لی آقا زاده بلا راز را سرک که آقا زاده بلا راز تلا ما فلاو کامی کلاتا ده مخبر دخمندار خلقی تا منشار سرولا آغاز آتا خوانا چرا آلم کچه که پکر منو چه دده تا مچه و کتل دیم مخرار دلتا چه که پکر منو آغاز آتا غطا منچرا نلاز والا گیده نخطایه که در تحقیقات ابدای خود زیارمل اظهار داشت که ما تقریبا 2 میشه با امرای وگمنام شناخ دارم و امرای از نام قبل نام ارتباط داشتم با یکی دیگه خدا دوست داشتیم. چندین بارم بگفتی اینا که ما خانهشان رفتیم 2-3 و از نزدیک همراه اونا دیدن کردیم. ملاقات های اونا هم به ما توفه داده شده و اونا هم به ما یک بار توفه داده شده به حساب گفتی بشه هست دیگه. این که دقیق واقع چی است این معلوم نیست. این بعد اون تحقیقات که ما هنوز جریان داره به تحقیقات بعدی معلوم شد که واقع همین چیز است یا نیست. و دختر باز میگه که این گپ همه دروغ بود. تقریبا 12 میشه ما امروز از اینا شناخت دار رو پیدا کردیم که ایرام در صورت شناخت پیدا کردیم که مرا تعقیب میکنه هر روز.
در صورتی که غیر دوست می داشت خو بالا از اینا فر نمی کرد. میگه 12 روز هر روز میامد پیشونیم استاد میشد که من تو را دوست دارم یا او چیز همیشه گپ میزه دختر میگه من جواب برش رد میدادم که آخر به این رسید بعد 12 روز بعد که سامی امی لیلی که برتون تذکر شدم که در این تاریخ از مکتب اینا را تعقیب میکنه با دختر با فامیلش فکر کنم زنگ میزنه که یک شخصی ما را تعقیب میکنه وقتی که در کوچه داخل کوچه میادم پیشوری خانهشان یک کوچه دیگه هم یک کوچه فرعی است از کوچه پیشوری دختر را توقف میده بعد از بسیار جار جنجال که امرو اینا میکنه بالای دختر شلیک میکنه که زیارمل به این باور است که وجمه را دوست داشت و میخواست با او ازدواج کند اما زمانی که پیشنهاد دوستی و ازدواج از سوی وجمه رد شد زیارمل او را با سلاح دست داشته مورد شلیک گلوله قرار میدهد ما خواستیم تا دیدگاه وجمه و اعضای خانوادهشان را نیز در پیوند به این رویداد داشته باشیم اما آنان حاضر به گفتگو در این مورد نشدند آقا ذات ما دید تورتویل مروادر اثر که آقا ذات دید نه و نه ویلی چه نه و نه ویلی ذات ما پکردن و ذات تمانچه آدم بغرس کردن در تحقیقات ابتدایی دختر میگم من امروز نه هیچ ناختی ندارم نه مشناسمشان نه کدام ارتباط امروزشان دارم اگر من امروز نه ارتباط میشم دوستش میدارم ضرورت به این نبوده که مرا به مرمی شد برای مشلیک میگرده دوست داشتن دیگه تا این حد دیگه کسی نمیرسه که بره من امروشان نه شناخ از یه قبل آنم داشتم نه و فیل آنم امروشان دارم نه مشناسمشان فقط مرا تعقیب میگرد تا این که مجبور دهی شد که به تاریخی که در دان کشهات کرد بعد از امروش جنجال مخیر بعد جنجال که تو هر روز پیشوری مستاد میشه ده اینجا قوم و خیش مرا میبینه با بدنامی دیگه در این جنجال ها که بالا از نفر کرده بود زیارمل قبلا نیز به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت شده بود که پس از گذشت 8 ماه زندان دوباره آزاد شده است. او میگوید با کس دشمنی دارد و سلاحی که با آن وجمه را زخمی کرده مبلغ 1500 افغانی از شخص معتاد به مواد مخدر خریداری کرده است. نه بله زیارمل در یک قضیه مواد مخدر از طرف امنی حوزه نوی امنیتی دستگیر شده بود که تقریبا 8 ماه ایدمی به زندان سپری کرده بود. او بندی شده بود بعد از 8 ماه که از بندیخانه رها شده بود آمده بود در محل با گفته خود از این زیارمل نام اونا گفته بودن که بعد از 8 ماه بعد که ما آمدیم بازم دختر را تعقیب کرده بود تا که با جنجال شان خیسته بود و اینا را مجبور ساخته بود خودت چرا قبلا بندی شده بود زیارمل؟ با مواد مخدر و بنده زیارمل تفنگه را خودت از کجا خریده بودی و چی بودن؟ و چند خریده بودی؟ یا نمیذار او پودری نه چرا خواستی امروی تفنگچه باشه؟ زه خپل دخمندار مجبوره به گرزو کنه با کی دشمنی داشته شما؟ بچه کالا خان چی دشمنی داشته نبایی شما؟ دمون رو رو مرکده من نده غوارم شما نه بیگناه ثابت شده و زه دیر شرمنده ایم آن خطایی را نکار شده زه دیر بخنم غوارم ماده 119 قانون جزا یک محکمه می تواند در موردی که قانون مصادره را به حیث جزا پیش بینی نکرده باشد و مصادره اشیایی که از ارتکاب جرم به دست آمده یا در ارتکاب آن استعمال گردیده و یا به قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه شده باشد حکم نماید. دو حکم به مصادره به هیچ وجه حقوق غیر را که صاحب اصلیت باشد اخلال نمی نماید. این بود برنامه این هفته تا دلیل های دیگر الهانگدار.